سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اگر ایران تضمین‌های لازم برای دسترسی به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های خود را ندهد و ما به خواسته اصلی خود نرسیم، توافق نهایی را امضا نخواهیم کرد. ماری هارف مدعی شد این موضوع بخشی از برنامه جامعه اقدام مشترک است که درباره آن در لوزان توافق شده است. ما و ایران توافق کردیم که روندی را برای بررسی ابعاد نظامی احتمالی مشخص کنیم. بخشی از این روند شامل دسترسیه و بر اساس پروتکل الحاقی که ایران گفته اون رو به عنوان بخشی از این توافق اجرا خواهد کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دسترسی داده میشه. روشن تأسیسات و اطلاعات افراد در فهرستی قرار میگیره که در لوزان درباره اون توافق کردیم. همزمان اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید هم ادعا کرد ایران در بیانیه لوزان با شدیدترین و سختگیرانه ترین بازرسی های سرزده و رژیم های شفاف سازی که تاکنون بر سر یک برنامه هسته‌ای بر سر آن مذاکره شده موافقت کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت ایران باید شفافیت بیشتری در فعالیت های نظامی خود به عنوان جزئی از توافق هسته‌ای نشان دهد. فابیوس با کند ارزیابی کردن روند مذاکرات هسته‌ای گفت به دنبال آن هستیم که سازوکاری مناسب برای اعمال مجدد تحریم‌ها ضد ایران در توافق احتمالی گنجانده شود. فضاسازی غربی‌ها درباره گفتگوهای هسته‌ای در حالی ادامه دارد که دور جدید گفتگوها برای ادامه نگارش پیشنویس توافق نهایی برجام از دیروز در هتل کوبورگ وین آغاز شده است. این دور از گفتگوهای هسته‌ای فردا هم ادامه خواهد یافت. دو طرف پیشتر 10 تیر را آخری مهلت برای امضای توافق نهایی تعیین کردند.